بیننده های عزیز سلام، به یکی از زیباترین ویدیوهای حاشیه باکس خوش آمدید. در این ویدیو در مورد شاهرخ خان، ستاره مشهور بالیوود، برایتان معلومات می دهیم. شاهرخ خان چطور به شهرت رسید؟ همسرش کیست و داستان عشق آن دو را می دانید؟ داستان غم‌انگیز عشق و رابطه پنهانی کاجل و شاهرخ خان از چه قرار است؟ خیانت شاهرخ خان به همسرش و رابطه مخفیش با پریانکا چوپرا و کجا انجامید؟ و داستان عشق عمیق دختر افغان به شاهرخ خان و فلج شدنش از غم این عشق را می دانستید؟ برای دانستن این واقعیت‌های حیرت انگیز لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و لطفاً چینل ما را نیز سابسکرایب کنید. شاهرخ خان در 2 نوامبر 1965 در دهلی نو در خانواده 4 نفره چشم به جهان گشود. خانواده شاهرخ خان از ابتدا جزو قشر متوسط جامعه محسوب می شدند. اما با این حال کمتر کسی می تواند ثروت این خانواده را برآورد کند و در آن زمان شاید کمتر کسی به این فکر می کرد که شاهرخ خان روزی به این درجه از محبوبیت و معروفیت دست پیدا کند. پدر شاهرخ خان اهل کشور پاکستان و از فعالان استقلال هند در این کشور بوده است و مادرش نیز لطیف فاطمه نام دارد و دختر خوانده شاهنواز خان از فرماندهان ارتش هند در پاکستان می باشد. شاهرخ خان در سنین نوجوانی علاقه شدید به ورزش داشت. او در کنار تحصیل به ورزش های مختلف می پرداخت. و شاید کمتر کسی بداند که او روزی کاپیتان تیم ملی کرکت هندوستان بوده است، هرچند که او هیچگاه تحصیل را رها نکرد و بنا به خواسته والدینش در دانشگاه هنسراج دهلی نو در رشته اقتصاد به ادامه تحصیل پرداخت و پس از آن در مقطع فوق لیسانس به فیلمسازی روی آورده است. قرار گرفتن در مسیر سینما باعث شد تا او در عرصه فیلمسازی به سمت بازیگری سوق پیدا کند و آنقدر در این مسیر پیشرفت کرد تا سرانجام به یکی از سرشناس‌ترین بازیگران دنیای بالیوود تبدیل شد. شاهرخ خان عشق را تنها زمانی که 18 سال داشت تجربه کرد. در واقع او با پیشنهاد یکی از دوستانش به یک مهمانی مفصل دعوت شده بود که در آنجا با گوری چبر که دانش آموخته مدرسه بود آشنا شد. بعد از این مراسم شاهرخ خان و گوری چبر دوستای خوبی شدند. شاهرخ خان در آن زمان که 18 سال داشت توانست دل گوری را به دست آورد و گوری هم علاقه خود به شاهرخ خان را نشان داده بود. آشنایی زیاد شاهرخ و گوری باعث شد که گوری دوست دختر شاهرخ شود. رابطه گوری و شاهرخ خیلی جدی شده بود. آنها در پارتی های دوستانه با هم می رفتند و همگی گوری را دوست دختر شاهرخ صدا می زدند. آنها زیادتر اوقات را بعد از پارتی با هم بودند و با هم رابطه خیلی نزدیکی داشتند. سرانجام بعد از چندین سال این رابطه عاشقانه با ازدواج انجامید. زمانی که شاهرخ خان از گوری خواستگاری کرد، گوری جواب مثبت به شاهرخ داد، ولی خانواده گوری به این ازدواج راضی نبودند. بعد از پافشاری خیلی زیاد گوری، خانوادهش هم به این ازدواج راضی شدند و این ازدواج طی مراسم باشکوه در 25 اکتبر 1991 به طور رسمی صورت گرفت. بعد چند مدت شاهرخ خان مصروفیت زیاد در فیلمبرداری فیلم‌ها داشت که سالانه در 3 فیلم هم به نقش می‌پرداخت و حتی در ماه عسل عروسیشان هم در یکی از فیلم‌ها مصروف بازیگری بود. بعد از برگشت از ماه عسل شاهرخ و گوری به بمبی سفر کردند تا بتوانند در بمبی به زندگی عاشقانه‌شان ادامه بدهند. شاهرخ و گوری در بمبئی به مدت 6 ماه خانه نداشتند و در خانه یکی از کارگردانان فیلم راجو بنگیا زندگی می کردند. بالاخره بعد از چند مدت شاهرخ خان با گرفتن مزد بالا از بازیگری در چندین فیلم خانه را به مدت چند سال اجاره گرفت و تا زمانی که عمارت منت را خرید در آنجا به زندگی با خانوادهش ادامه داد.
شاهرخ خان زمان زیادی را در فیلم برداری فیلم ها می گذشتند تا اینکه در فیلم تکرار نشدنی دلواله در سال 1995 با کاجول هم بازی شد. کاجول توجه زیاد شاهرخ خان را به خود در این فیلم جلب کرد. در جریان بازیگری همین فیلم بود شاهرخ خان اوقات تفریحی خود را با کاجول می گذشتند و درباره این فیلم با هم حرف می زدند تا این فیلم پرفروشترین فیلم سال شود. دوری از گوری چبر و وقت گذشتاندن زیادی در فیلم ها باعث شد شاهرخ خان با کاجول رابطه پنهانی داشته باشد. کاجول توانست بود دل شاهرخ خان را به دست آورد و آنها این فیلم را طوری بازی می کردند گویا شاهرخ خان همسر کاجول باشد. بعد از فیلم دلواله رابطه مخفی بین شاهرخ خان و کاجول ادامه داشت و آنها چندین سال را با هم در فیلم ها بازی می کردند و شاهرخ خان هم علاقه زیادی به کاجول داشت. فیلم هایی که به شاهرخ پیشنهاد می شد وقتی می فهمید با کاجول است بدون کدام سوال بازیگری در آن فیلم را قبول می کرد. بعد از چند سال رابطه با کاجول، شاهرخ خان از کاجول به خاطر عشق گوری جدا شد و عشقی که شاهرخ خان به گوری داشت باعث شد این رابطه زیادی طول نکشد. بعد از آخرین فیلم که شاهرخ با کاجول در جریان رابطه مخفیشان با هم بازی کرد، شاهرخ هیچ فیلم دیگر را با کاجول تا حال بازی نکرده است. طی یک مصاحبه تلویزیونی بعد از شایعات زیادی که بین مردم بود، کاجول اعتراف کرد که این رابطه بین من و شاهرخ خان غیر ممکن بود که پیش برود، چون شاهرخ خان عشقی که به گوری دارد را نمیتواند هیچ وقت فراموش کند. شاهرخ خان بعد از رابطه‌ای که با کاجول داشت بعد از آن به گوری خیلی وفادار مانده بود، ولی بعد از چند سال شاهرخ خان با پریانکا چوپرا در فیلم دان دو با هم آشنا شد. این فیلم در آن سال بین پرفروشترین فیلم سال قرار گرفت. در جریان این فیلم بود که پریانکا چوپرا مکررن به خانه شاهرخ خان می آمد و در پارتی های خانوادگی شاهرخ خان اشتراک می کرد. بعد از چندین مهمانی پریانکا چوپرا با حیله و نیرنگی که داشت با گوری همسر شاهرخ خان دوست شد که دوستی آنها متعجب کننده بود و دوستان گوری به گوری می گفتند که متوجه پریانکا باشد و آنها با پریانکا شک کرده بودند و می گفتند او خیلی خطرناک است. گوری به این موضوع هیچ اهمیت نمی داد. بعد از این فیلم با گذشت چندین وقت مکررن پریانکا چوپرا به امارت شاهرخ خان به دیدن او می آمد. با گذشت زمان شاهرخ خان و پریانکا چوپرا مجری برنامه ها بودند و برای فستیوال فیلم ها با هم مسافرت می کردند و حتی به عنوان یک زوج تبلیغات یک برند را گرفته بودند. این رفتارها و کنار هم بودن این دو سینماگر باعث شد رابطه ی نامشروع بینشان آغاز شود. شاهرخ خان بعد از چند مدت دوری از گوری رابطه نامشروع با پریانکا چوپرا داشت. آنها خیلی زیاد در برنامه ها و جشن ها با هم دیده می شدند. بعد از گذشت زمان این رابطه خیلی جدی شده بود و شایعات بین مردم پخش شده بود که شاهرخ خان با پریانکا چوپرا رابطه پنهانی نامشروع دارد، تا اینکه این خبر به گوری همسر شاهرخ خان رسید. بعد از خبر شدن گوری از این رابطه، گوری تصمیم گرفت از شاهرخ خان جدا شود. رابطه شاهرخ خان و گوری به جایی رسید که کم بود آنها از هم طلاق بگیرند، ولی شاهرخ خان کاری کرد که دوباره دل گوری را به دست بیاورد و آنها هم به خاطر فرزندانشان از هم جدا نشدند. عشق شاهرخ خان و گوری باز هم باعث شد که رابطه بین شاهرخ خان و پریانکا از بین برود. شاهرخ خان بعد از مدتی در مصاحبه تلویزیونی اعتراف کرد خانواده و همسرش مهمتر از همه چیز در زندگیش است و هیچ وقت دیگر به گوری و خانوادهش خیانت را انجام نمی دهد. همچنین شاهرخ خان در برنامه کافی با کارن گفت من زندگی خوبی دارم و همانقدر که گوری با بودن من در کنارش افتخار می کند، من هم با بودن در کنار همسرم گوری و خانوادم افتخار می کنم. با وجودی که زندگی سخت است ولی زندگی خوبی دارم و در کنار فامیلم خوشبختم و در ضمن آرزوهای بزرگ برای فرزندانم دارم.
شاهرخ خان 3 فرزند دارد. آریان که در سال 1997 به دنیا آمد و فرزند دومش سوهانا می باشد که در سال 2000 به دنیا آمده. فرزند سوم شاهرخ خان و آبرام می باشد که در سال 2013 از رحم اجرایی متولد شده بود. و در ضمن ناگفته نماند یک دختر افغان عاشق شاهرخ خان شده بود. ویدا یک دختر افغان به خاطر دلبستگی بیش از حد به شاهرخ خان ابر ستاره سینمای هند فلج شده بود. این خبر تکان دهنده حتی این ابر ستاره را وادار کرد با دیدن این دختر جوان و زیبا رفته و در شفاخانه از او دیدن کند. ویدا 19 ساله است و در یکی از شفاخانه های هند زیر تداوی قرار گرفته بود تا دوباره سلامت خود را بازیابد. ویدا در دیدارش با شاهرخ خان گفته بود از شما خیلی چیزها را آموختم. مصاحبه های شما را همیشه دنبال کردم و تو برایم ایدئال ترین آدم دنیا هستی. اما آنچه بر شگفتی این رویداد شگفت انگیز می افزاید سخاوت شاهرخ خان است که به دختر وعده می دهد تا زمانی که خوب نشده است بعد از چند وقت همه روزه به دیدارش خواهد آمد و به خوب شدن او کمک خواهد کرد. شاهرخ خان به ویدا توصیه می کند که باید تلاش کند زود خوب شود، درسهایش را بخواند و برای خود آینده خوبی بسازد. شاید برایتان جالب باشد که بدانید شاهرخ خان فعالیت خود را در عرصه بازیگری از تلویزیون آغاز کرد. در واقع او در سال 1991 به همراه یکی از دوستانش به بمبئی می رود و در آنجا مورد توجه یکی از ستارگان زن دنیای بالیوود به نام هما مالینی قرار می گیرد. هما شاهرخ خان می خواهد که بازیگر نقش اول فیلم شود که او برای اولین بار کارگردانی آن را بر عهده دارد و حتی شاید خود هما در آن زمان فکرش را هم نمی کرد که شاهرخ خان تا سوپرستار شدن تنها 12 سال فاصله داشته باشد. شاهرخ خان در 23 سالگی زیر نظر کارگردان مشهور تئاتر هند به نام بری جان به نمایش گروه اکشن پرداخت و برای اولین بار بازی در یک سریال تلویزیونی به نام دل دریا را تجربه کرد. اما به دلیل طولانی شدن تولید آن در سال 1988 با سریال فوجی وارد تلویزیون شد. در نهایت توانست تحسین بسیاری از منتقدان را به دست آورد و بسیاری از منتقدان شاهرخ خان را به عنوان یک جوان تازه‌کار بشناسند. شاهرخ خان در سال 1992 با بازی در فیلم دیوانا علاوه بر اینکه توانست این فیلم عنوان دومین فیلم پرفروش سال را به دست آورد، موفقیت‌های شخصی خیلی زیادی را هم به دست آورد. شاهرخ خان تا به حال برنده 8 بار جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد از جشنواره فیلم فجر شده است. او تا کنون جوایز بسیاری دریافت کرده است. اولین جایزه دوران سینماییش جایزه بهترین بازیگر مرد تازه وارد برای فیلم دیوانا در سال 1993 در جشنواره فیلم فجر می باشد. خب بیننده های عزیز و نازنین، این بود واقعیت های زندگی شاهرخ خان. قبل رفتن نظریات، پیشنهادات و انتقادهایتان را در قسمت کامنت با ما شریک ساخته و لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را نیز کلیک کنید تا ویدیوهای دیگر ما را از دست ندهید. تا ویدیوی بعدی وقتتان خوش.